روی موج رادیوی ادوینتیستی در آسیو. با عرض سلام به شما شنوندگان عزیز. برای سعادتمندی و خوشنودی شما آغازگر برنامه امروزمان می شویم. برنامه های ما شامل سه بخش می باشند. بخش اول سلامتی، که در آن ما به شما طرز حیات سالم، جلوگیری از امراض و غذاهای سالم را پیشنهاد می نماییم. بخش دوم اخلاق نیکو. چنان که افلاطون گفته است، تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد. بخش سوم نور معرفت. رازهای نهانی نبوت ها در کتاب مقدس. پس با ما باشید. صدایی امید با نوایی دلیل ها از عالم نباتات. خداوند در طبیعت برای سلامتی ما همه چیزها را مهیا ساخته است. عالمی ناتکرار و رنگارنگ نباتات با خواص‌های مفیدش برای شما و خانواده ایتان. اگر شما خواهان این باشید که بدنتان فعالیت خوب داشته باشد، پس آن را با غذای سالم تامین نمایید. پرهیزانه ها نتیجه فوری دام. اشخاصی برای پرهیزانه ها و راه های مبارزه با وزن اضافی مبلغ های زیاد صرف می کنند. برای بسیاری ها به طوری با موفقیت همیشه در معیار نگاه داشتنی وزن خود، نظر به دست کشیدن از الکل، تنباکو و مواد های نیشه‌ای وظیفه مشکل تر است. ولی صرف نظر از این نتیجه ها اندوه آورند. نظر به طور بی پایان دیگر کنی پرهیزانه ها شاید فربی ماندن بهتر باشد. اگر انسان یک رژیم نو که به وجود آمده به دیگرش عوض نموده کیلوگرم ها را کم کند و باز دوباره زیاد نماید، در این صورت فربی ماندن برای او بهتر است. تحقیقات ها نشان دادند که این به هر طرف الوانج دادن ارگانیسم، یعنی تاثیر ارغونچک، چنین رشته های مهم را چون رشته موشک ها و استخوان ها را ویران می کنند. در نتیجه بدن آنچنان ضعیف می گردد که انسان به بیماری ها تأثیر پذیر می شود و قابلیت کم کردن وزن اضافی را گم می کند. آیا وزن اضافی داشتن خطرناک است؟ ما گفتیم که فربی ماندن معنایی به سلامتی ضرر رساندن را دارد، زیرا که وزن اضافی سلامتی را ضعیف می گرداند و عمر را کوتاه می گرداند. در مجموع 5 کیلوگرم وزن اضافی برای بیماری های مختلف دیگر نتیوی زمینه می گذارد و عمر شما را تخمیناً به یک سال کوتاه می کند. پس چی باید کرد؟
اشخاصی که از حد زیاد چاق، پیش از همه باید نقطه نظر و مفکوره خود را دیگر کند. آخر عادتاً سیناریوی زندگی میلیون ها نفر تخمیناً اینطور صورت می گیرد. یک چند هفته دندان به دندان فشرده در رژیم معجزه آوری نو می شینید. یک چند تزریق ها حب ها قبول می کنند. کورس طبابت را با مشق ها اجرا می نمایند که در کم نمودن وزن یاری می رسانند. وزن اضافی کم شد و تبریک لباس نو. ولی این اشخاص در روزهای باشمار با عادتهای گذشته در غذا خوردن و طرز زندگی خود برمی گردند. بعد چند هفته یا ماه‌ها کیلوگرم‌های کم شده برمی گردند. اکثر وقت با وزن بیشتر. برنامه‌ها آید کم کردن وزن بیشتر بنابر آن ناموفق می شوند. چون کوشش می کنند که مشکلات دراز مدت را در مدتی کوتاه حل کنند. نهایت وقت از حقیقت بیم نداشتن و اعتراف آن رسید که چاقی بیماری جدی و حتی برای زندگی خوفناک است. خب من به شما باور کردم. اکنون من باید چی کنم؟ مبارزه با چاقی عموماً با مشکلات پرهیزانه محدود نمی شوند. چون در مورد دیابت، تسلب شراین، میزدگی یا تنباکو کشیدن در این حالت نیز تغییرات های همه جانبه طرز زندگی لازمه می شود. یکم، تا آخر عمر در حالت خوبی جسمانی بودن را به عهده گیرید. این عهده داری حتی آن زمانی هم باید عمل کند که خروجی پرخوری یا دیگر مغلوبیت های جدی رخ می دهند. آن به شما برای در صورت شکست ها دوباره شروع نمودن و به مقصد خود کامیاب شدن یاری می رسانند. دوم معلوم نمایید که چی به مشکلات شما کمک می کند. شما باید معین سازید که کدام عادت هایتان به انکشاف چاقی مساعدت می کنند. و از آنها رهایی یابید. احتمالی فقط از نوشیدن های بی اسپیرت دست کشیدن و کم کردن استعمال روغن حیوانی و رستنی لازم می شود. و ممکن به طور قطعی دیگر نمودن غذا و طرز زندگی خود لازم شود. احتمالی به شما تحلیل نمودن زندگی گذشته خود ضرور می شود تا که درک نمایید که شما را به این راه نادرست چی چیز سوق داد. سوم، آمادگی و خواهش داشتن به دیگر گونی ها فوق‌العاده مهم است. شما وزن خود را نه تنها برای آن کم می کنید که به دیگران مورد پسند باشید بلکه در نظر خود نیز زیبا باشید. آید این موضوع کتابی مطالعه کنید، در سمینارها اشتراک کنید، به گروپ های تندرستی که برای قد و قامت زیبا داشتن یاری می رسانند بپیوندید. و با اشخاصی که طرز زندگی سالم را پیروی می کنند دوست شوید. ضرورت نظارت نمودن وزن خود به شهرت پرستی ربط ندارد. فکر و کوشش های خود را برای سلامتی و صحتمندی در کار برید. آن وقت وزن خود به خود مطابق معیار می شود. به گروه دستگیر داخل شوید. عادت های در طول زندگی داشته را دیگر کردن از همه کاری مشکل است و این روند به آسانی به دست نمی آید. صداقت و ملاقات های همیشگی با گروه دستگیری امکانی موفقیت را بسیار زیاد می کند. این چنین، گروه دستگیری مخصوصاً برای اشخاص مهم است که وزن اضافیشان از 10 کیلوگرم زیاد است و آنهایی که در مدتی بیشتر از 10 سال مشکل اضافی وزن دارد، گروه دستگیری دلایل هوسمند کنی و دستگیری علاوگی می دهد. و آخرین تمام تحقیقات هایتان را به سلامتی خود روانه کنید. کوشش نمایید تا چنین نقشه کنترل کردن وزن خود را ترتیب دهید که برای در تمام عمر سالم ماندن به شما یاری می رساند. و این نقشه ها داخل می شوند ورزش، مشق های جسمانی، عقلانی و روانی که با خواهشات شما در همه ساحه ها موافقت کند. و معیار نگه داشتن وزن باید تنها یک قسم زندگی پربها باشد، ولی نه غمخواری اساسی در حقیان. چنین نقشه زندگی کاملا عملی شونده است، اجرای آن به بسیاری ها مؤثر می گردد. پس شما نیز برای عملی کردن آن کوشش به خرج دهید. موفقیت نصیبتان باد. ادامه موضوع را در برنامه آینده خواهیم شنید. ثروت واقعی سلامتی است، نه قطعه‌های طلا و نقره. مهاتما گاندی. شنوندگان عزیز، پس بیایید حیات خود را با سلامتی و خیرات زیور بخشیم.
برنامه های ما ادامه دارد، پس با ما باشید. بخش دوم، اخلاق نیکو. چنان که افلاطون گفته است، تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد. اسرار سعادتمندی اویله. مناسبت با والدان. بچگان را طرز تربیه کردن لازم است که پدر و مادر را بسیار دوست دارند و برایشان غمخواری کنند. بچه ها باید درک کنند که آنها را در نزد پدر و مادرشان که از تولدشان آنها را نگاه بین کردند، بیمارداری نمودند، قرض دارند. پدر خود و مادر خود را عزت نما تا که عمر تو در زمینی که خداوند تو به تو می‌دهد دراز شود. کتاب خروج باب 20 آیه 12. این امر است با قسم، آن رو باید بچه ها و جوانان، آدمان میان سال و پیران سال انجام دهند. محبت با والدان. والدان آنقدر حقوق به محبت و احترام دارند که یگان آدم دیگر به آن سزاوار نیست. خداوند مقرر کرده است که کودکان رو در سن خردی والدان از قانونهای خدا تعلیم می دهند. و هر کسی که این حقوق والدان را انکار میکند، حکم خدا را رد کرده است. اندرز پنجم طلب میکند که بچگان نه تنها والدانشان را احترام کنند و مطیع آنها باشند و به سخنانشان گوش دهند، بلکه با آنها با محبت و مهربانی مناسبت کنند، تشویش آنها را سبک گردانند، نام نیک آنها را پاس دارند، در ایام پیری به آنها یاری رسانند و تسکینشان دهند. در روزگار ما بچه ها در باره وظیفهشان نسبت به پدر و مادر کم تصورات دارند. حادثه های کم نیستند که چی قدر پدر و مادر برای فرزندانشان بیشتر غمخواری کنند. بچه هایشان هم همان قدر ناسپاس می شوند و والدانشان را کمتر احترام میکنند. بچگانی که کلانسالان آنها را ارکه کردن گمان دارند که همه وقت همین طور است و وقتی که ناکامی روی می دهد در حالت یأس و سرگومی می افتند. این تمایل در تمام حیات آنها ادامه می یابد. آنها به مددگار می مانند، به کمک دیگران امید می بندند و هنگامی که به وای رسیده عکس العمل را دچار می آیند خود را تحقیر شده می حسابند. آنها در دنیا حقیرانه زندگی کرده اکثری وقت به خشم می آیند، زیرا تصور آنها به دنیا دیگر طرز تربیت یافته است. فرزندان به محبت و دوستداری نیاز دارند وگرنه بدبخت می شوند. و مگر از روی عدالت نیست که فرزندان هم والدانشان را دوست دارند، با نظر محبت به آنها بینگرند،
با سخنان لطف و مهربانی و سرور بخش به آنها سخن گویند و به این راه به پدر در کارش و به مادر در عمر خانوادگی یاری رسانند. مصلحت ها برای بچه ها. با بچه ها و جوانان واجب است که از خردسالی به خداوند رو آورند، زیرا گفتند در جوانی توبه کردن نشأه پیامبری است و عادت ها و دانش های فرا گرفته خردسالی اکثرا در تمام عمر انسان باقی می ماند. عیسی مسیح می خواهد که بچه ها و جوانان به نزد او همچنان به باوری آیند که به نزد والدانشان می روند. مثل آن که طفل گرسنه از مادر یا پدر نان می خواهد، همچنان خداوند می خواهد حاجتتان را از او پرسید. عیسی مسیح حاجت بچگان را می داند و دعای و نیایش آنها را با محبت می شنود. راز دل خود را به او بکشایید، زیرا نظر پاک به نهان خانه قلب شما وارد شده، اندیشه شما را همچون کتابی کشاده می خواند. وقتی که شما خواسته دلتان را می پرسید، باور کنید آن را می دهد. امروز آدمان لازمند که به یگان چیز اعتبار نداده، صادقانه عمل کنند. امروز برای جهان دلهای صاف قوی و دستان با قوت لازمند. خواسته خداوند است که انسان دائما پیش رود، روز از روز تکمیل یابد. خداوند ما را یاوری میکند اگر ما خودمان را کمک کنیم. امید ما برای خوشبختی هر دو جهان از تکمیلگری در جهان زمینی وابسته است. در ذوق، رغبت ها و عادت ها به نقصانی ظاهر کنید. خداوند شما را آرامی روح، عقل رسا، اندیشه سالم و ذهن تیز خواهد داد. اندرز را سرمخش کار خود کنید. خداوند چگونه امر را فرموده است تا که عمر تو در زمانی که خداوند به تو می دهد دراز شود. بچه ها، آیا شما می خواهید عمر ابدی بینید؟ پس والدانتان را دوست دارید و احترام کنید. قلب آنها را زخمی نکنید. آنها را مجبور نکنید که برای شما غم خورده شبها به خوابی کشند. گرامی‌ترین ارزش خانوادگی اخلاق نیکوست و همانا با ارزشمندترین بنیازی عقل است. اینجا افغانستان در موج رادیوی ادونتیستی آسیا. اینجا ما می توانیم برای خود از کلام خداوند حقیقت ها را دریابیم. با تعیین کردن حوادث آینده و افتتاح راه نجات در صفحه های کلام مقدس، حق تعالی ما را تنها نگذاشته است. ما شما را به آموزش این گنج بی‌بها دعوت می نماییم. اکنون با هم می شنویم که خداوند چیزی را به آدمان آشکار و تعیین کرده است. وحی امید بخش.
امید بخش. موضوع صحبت مان: جواب وحی به تنزلیابی، عرف و عادتها در جمعیت می باشد. فیض و شریعت مخالف یکدیگر نیستند. اگر ما با فیض نجات یافته باشیم، ما نه از برای آن نجات یافته ایم که به اطاعتی ظاهر نماییم، بلکه برای آن که فرمان بردار خدا باشیم. وظیفه شریعت خدا از چی عبارت است؟ اول این که همه ما موافق فیض نجات یافته ایم. ایمانداران زمان عهد قدیم آمدن مسیح را انتظارند. در عهد جدید ما می‌بینیم که عیسی بر وقت آمده. آنها از روز فیض موافق ایمانشان که انتظار مسیح اند نجات یافتند. ما موافق فیض که بر وقت به میان آمد نجات یافته‌ایم. اگر همه این موافق فیض باشد، آنگاه وظیفه شریعت خدا از چی عبارت است؟ رومیان باب 3 آیه 20: زیرا گناه به واسطه شریعت دانسته می شود. اگر شما شریعت را برهم زنید، در آن صورت گناه نیست. اگر شریعت نباشد، آنگاه گناه نیز نیست. زیرا گناه به واسطه شریعت دانسته می شود. خداوند گناه را به واسطه شریعت خود آشکار می نماید. رومیان باب 7 آیه 7: لیکن من گناه را محض به واسطه شریعت دانستم. زیرا اگر شریعت نمی گفت که طمع نکن، من نمی دانستم که طمع چیست. اگر ما شریعت خدا را ویران کنیم، این گناه است. از این معلوم می شود که وظیفه شریعت از چی بودن گناه را معین کردن است. شریعت می گوید این خوب است، لیکن این بد. شریعت استانداردهای معنوی داوری خدا را معین می کند. شریعت بنیادهای تمام جمعیت را معین می کند. داوری در کتاب وحی انسانها را دعوت می نماید که رو به شریعت آورند. شریعت ایماندارانی را که موافق فیض نجات یافته اند دعوت می نماید که حیات فرمانروایی و تقدیس پرهیزگاری را پیشه کنند. داوری در کتاب وحی عملهای گناهکارانه ما را پاک نمی کنند. وی ما را به مسئولیتی معنوی دعوت می کند. وظیفه فیض از چی عبارت است؟ افسوسیان باب 2 آیه 8 و 9: زیرا که شما با فیض به واسطه ایمان نجات یافته اید و این نه از شماست بلکه عطای خداست و از عمل نیست تا که هیچ کس فخر نکند. فیض، این عطای خدا، آمرزش خدا، قدرت و محبت خداست که به هر یک گناهکار دسترس می باشد. آیا فیض خدا شریعت او را برهم می زند؟ اگر من موافق فیض نجات یافته باشم، مگر این به من اجازت می دهد که شریعت خدا را باطل نمایم؟ رومیان باب 3 آیه 31: پس آیا ما شریعت را به واسطه ایمان باطل می کنیم؟ به هیچ وجه، بلکه شریعت را استوار می گردانیم. به تعبیر دیگر پولس می گوید: گمان نمی کنید که به طفل ایمان به فیض شما به شریعت ضرورت نداشته باشد؟ این بنیادی است در آن ما استاده ایم، از آن که نجات ما از روی فیض به عمل آمده است. ما را واجب است که ما فرمانبردار شریعت باشی. متا باب 5 آیه 17: گمان نکنید که برای ویران کردن شریعت یا مصحف انبیا آمدم.
نه آمدم که ویران کنم، بلکه به جا آورم. مسیح نه از برای آن آمد که گوید شریعت دیگر ضرور نیست، بلکه برای آن آمد که از روی شریعت زندگی کند. مسیح کاملا فرمانبردار شریعت بود. او شریعت را در حیات خود به جا آورد. رومیان باب 6 آیه 14. گناه دیگر نباید بر شما حکمرانی کند، زیرا شما تابع شریعت نی، بلکه تابع فیض هستید. کدام وقت گناه بر شما حکمران می شود؟ در آن وقتی که شما نه از راه خدا بلکه بر راه خود می روید، وقتی که شما شریعت را ویران می کنید، گناه شما را به خود جلب می کند، زیرا که کتاب مقدس ابراز می دارد که گناه این شکستن یا ویران کردن شریعت است. برای همین حواری پولوس می نویسد، گناه نباید بر شما حکمرانی کند، زیرا شما تابع شریعت نی، بلکه تابع فیض هستید. تابع شریعت بودن چی معنا دارد؟ این معنای همچون واسطه نجات زیری تابع شریعت بودن را دارد. این یعنی زیر محکومیت شریعت ماندن است، زیرا که من شریعت را ویران کردم. این اشارت به آن می کند که من به شریعت همچون واسطه نجات امید بستم و آن را رعایت نمی کنم. بنابراین من محکوم شدم. گناه چیست؟ ویران کردن شریعت خدا. من با شریعت که آن را ویران کردم محکوم شدم. بنابراین من تابع شریعت هستم. تابع فیض بودن چی معنا دارد؟ برای آن که تابع فیض باشیم ضرور است که به صلیب آمده به بنیاد آن سر فرود آوریم. زیر تابع فیض بودن نشان می دهد که من از جزا آزاد کردن مسیح را، بخشایش مسیح را به دست می آورم و از قدرت او لبریز می گردم. مسیح شریعت خدا را در دل من و در خرد من بنوشت. من آرزو دارم که فرمان برداری او باشم. کتاب مقدس در این موضوع نهایت واضح بیان می کند. شنوندگان عزیز، در لحظات آخری برنامه قرار داریم. برای شما از بارگاه منان، صحتمندی و تندرستی، اخلاق نیکو، نور و معرفت الهی خواهانیم. تا برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم.